همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از استرالیا. علیرضا، از واکنش چین به گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد سینکیانگ و درخواست برای عدم انتشار این گزارش برامون بگو. محمد، خبرگزاری رویترز به نامه‌ای دست پیدا کرده که البته از سوی دیپلمات‌های سه کشور و یک کارشناس حقوقی به شرط ناشناس موندن اونها مورد تایید قرار گرفته و بر اساس این نامه چین از خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته که گزارش مربوط به بازدید از سینکیانگ رو منتشر نکنه. سفری که در ماه می انجام شد و اولین سفر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در 17 سال گذشته از سال 2005 میلادی بوده. خانم باشله بعداً در 50مین نشست شورای حقوق بشر در ماه جون در ژنو گفت که محدودیت هایی در جریان بازدید از منطقه سینکیانگ داشته، جایی که مقامات چینی به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی علیه اویغورها و اقلیت های مسلمان متهم هستند. خانم باشله گفته که قادر به صحبت کردن با اویغورهای بازداشت شده و اعضای خانواده اونها نبوده و به هنگام بازدید و حضور در آنجا مقامات دولتی او را همراهی می‌کردند. اتهامات و مواردی که از سوی چین رد شده در این نامه آمده که اگر این ارزیابی صورت گرفته از سینکیانگ منتشر بشه، سیاست زدگی و تقابل بلوک ها در حوزه حقوق بشر تشدید میشه، اعتبار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر تضعیف میشه و به همکاری این نهاد با کشورهای عضو شورای حقوق بشر 47 عضو آسیب وارد میشه. آقای لیو یوئین سخنگوی نمایندگی دیپلماتیک چین در ژنو گفت که اخیراً 100 کشور حمایت خودشون را از چین در مورد مسائل مربوط به سینکیانگ و همچنین مخالفت خودشون رو هم در ارتباط با مداخله در امور داخلی چین به بهانه حقوق بشر اعلام کردن. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته خانم باشله در سفر ماه می یک سینکیانگ واقعی با جامعه امن و باثبات رو دیدی و این تلاش ها برای لکه دار کردن چین موفقیت آمیز نخواهد بود. و دو دیپلمات در ژنو هم گفتن که این تلاش ها نشان دهنده و این اقدامات نشان دهنده تلاش چین برای لابی کردن مستقیم با خانم باشله است. خانم باشله 70 ساله که در آخر ماه آینده میلادی 31 آگوست از پست خودش به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر کناره‌گیری خواهد کرد. علیرضا محبی، ممنونم از همراهیتون.